فرض کنید یه شهر بزرگ بدون دروازه و نگهبان وارد میشید. چه اتفاقی میفته؟ هر کی از راه برسه میره سراغ مرکز شهر و هرج و مرج میشه. پاور سویچینگ شما هم همینه. اگه این خط دفاعی اول رو بردارید، همین سه قهرمان کوچیک فیوز، انتیسی و وریستور هر نوسان یا شوک برقی بدون اجازه میره سراغ قلب مدار و فاجعه درست میشه. اولین نگهبان فیوز ورودیه، یه سیم با ورق فلزی خیلی ظریف محصور تو بدنه شیشه یا سرامیکی. کارش ساده ولی حیاتیه. وقتی جریان از حد ایمن بالاتر بره، فیوز داغ میشه، ذوب میشه و مسیر رو قطع میکنه. اون ریتینگ یا همون جریان نامی که روش نوشته شده دقیقاً مشخص میکنه چه زمانی فدا بشه. مثلا توی این فیوز نوشته شده 16A L250V، یعنی 16 آمپر 250 ولت. حالت کاری تا 16 آمپر رو تحمل داره، بالاتر از اون قربانی میشه. فیوز شیشه‌ای برای کاربردهای ساده‌تر و فیوزهای سرامیکی برای جاهایی که امکان قوس الکتریکی یا شوک‌های شدیدتر هست استفاده میشه. اشکال خرابی فیوزها قطع کامله، یعنی سیم داخلش پاره شده. معمولا بعد از اتصال کوتاه یا اورلود اتفاق میفته. ذوب یا تیره شدن یا دود گرفتن نشانه قوس یا ضربه شدیده. گاهی ظاهر سالمه ولی هادی داخل قطع شده که باید با مولتی متر چک کنید. ترجیح هم فیوز رو در بیارید و با مولتی متر رو حالت تست بوق تست کنید. مقاومت باید تقریبا 0 اوم باشه. فیوز سوخته رو هیچ وقت با سیم جایگزین نکنید. این قاتل مخفی مدار و حتی جان شماست. بلافاصله بعد از فیوز میرسیم به انتیسی. اسمش سنگینه ولی کارش اینه. وقتی دستگاه خاموشه و انتیسی سرده، مقاومتش حدود 5 تا 10 اوم و این مقاومت جریان هجومی لحظه روشن شدن رو کنترل میکنه. بعد از چند دهم ثانیه که جریان ازش عبور کرد گرم میشه، مقاومتش افت میکنه به کمتر از 1 اوم و برق عادی به مدار میرسه. این حرکت شوک اولیه به خازنهای صافی بزرگ ورودی رو مهار میکنه و عمرشون رو بالا میبره، که اینجا شما میتونید این انتیسی ها رو ببینید. توی این مدار NTC وجود نداره. NTC تقریبا یه دیسک های سبز یا مشکی هستن که اینجا دیسک سبزش رو میبینید که کنار فیوز قرار داره، اینجا هم دیسک مشکیش رو میبینید. توی این مدار NTC وجود نداره. خب برای تست NTC شما مولتیمتر رو حالت تست بوق قرار میدید و دو پایه NTC رو تست بوق میگیرید. اشکالات خرابیش: ترک خوردگی یا شکستگی بدنه داره، تغییر رنگ یا سوختگی روش باید باشه، افزایش دائمی مقاومت یا برعکس و کاهش بیش از حد مهار جریان رو از بین میبره. برای تست دقیقش باید بعد از گرم کردن، مثلا با هویه یا سشوار با فاصله، مقاومتش رو اندازه بگیرید ببینید افت میکنه یا نه. اگر تو تست سرد مقاومتش 10 اوم بود و وقتی که با سشوار یا هویه گرمش کردید و مقاومتش اومد پایین، یعنی این NTC سالمه. سومین نگهبان ورودی وریستوره. دیسک آبیه یا زرده که اینجا توی این بورد شما میتونید ببینید که دیسک زرد رنگ میشه وریستور. کارش مبارزه با اضافه ولتاژ. وقتی ولتاژ ورودی از حد مشخص بالاتر بره، مثلا بالاتر از 470 ولت پیک، مقاومت وریستور ناگهان میاد پایین و ولتاژ اضافی رو کوتاه میکنه، معمولا به زمین. این کار باعث میشه پالس های کوتاه ناشی از صاعقه یا قطع و وصل ناگهانی بارهای بزرگ به قطعات حساس نرسه. اشکالات خرابیش هم ترکیدن یا شکستن بعد از یک ضربه شدید ولتاژ، تغییر رنگ یا دود گرفتگی و اتصال دائم وریستور که به شورت میره و فیوز رو میپرونه. برای تست پیشرفتش با مولتی متر عادی نمیشه تست کرد. ولتاژ تستش خیلی پایینه، ولی با یه منبع ولتاژ قابل تنظیم و مقاومت سری میشه ولتاژ آستانش رو دید. ولی به طور کلی توی تعمیرات بورد باید شما دو سر وریستور رو چک کنید که مقاومتش باید بسیار بالا باشه.
این قطعات فقط توی پاورهای کامپیوتر یا آداپتورها نیستن، توی تلویزیون، لوازم خونگی و حتی شارژرهای صنعتی همین سه نگهبان رو پیدا میکنید. بعضی طرها به جای وریستور از گپ گاز یا مدار حفاظتی تریستوردار استفاده میکنن که در برابر موجهای انرژی بالا مقاوم تره. ترتیب و کیفیت همین خط دفاعی ورودی مستقیم روی دوام و ایمنی دستگاه تاثیر داره. بهتون نشون دادم فیوز، وریستور و NDC یا همون تریستور رو. حالا میخوام توی مدار براتون بکشم که چجوری توی مدار قرار میگیرم. وقتی برق ورودی فاز و نول L و N وارد میشه، اولین چیزی که باید ازش عبور کنه فیوزه. حالا روی فاز یا نول فیوز قرار میگیره. بعد از فیوز باید وریستور قرار بگیره. وریستور هم بهتون گفتم باید مقاومت بالایی داشته باشه، توی این قسمت قرار میگیره و به صورت موازی تو مدار قرار میگیره. بعضی از تعمیرکارا برای اینکه توی بردهایی که ورودی تغذیهشون مشخص نیست ورودی رو پیدا کنن، از طریق پایه‌های وریستور ورودی تغذیه را هم پیدا میکنن. خب بعد از وریستور میرسیم به NTC. NTC به صورت سری توی مدار قرار میگیره و به این صورت توی مدار قرار میگیره. در صورتی که جریان ناگهانی وارد مدارتون بشه یا جریان بیش از اندازه از مدارتون عبور بکنه، این NTC مقاومتش میره بالا و مدار قطع میشه. و حتی اگه در لحظه روشن شدن یا نوسانات پیک ولتاژ بیش از اندازه وارد مدار بشه، اگه فیوز عمل نکنه و جریان بیش از اندازه ازش کشیده نشه و نشون نده، وریستور میاد مقاومتش رو میاره پایین در چند هزارم ثانیه و این نقطه رو اتصال کوتاه میکنه و اجازه نمیده که ولتاژ پیک وارد مدار بشه. توی این قسمت این حفاظتی که بهتون گفتم توی مدار تغذیه باعث میشه که جلوی جریان اضافه و ولتاژ اضافه گرفته بشه. پس سه تا نگهبان تغذیه SMPS رو بهتون گفتم. پس دفعه بعد که یه پاور سوخته رو باز کردید، قبل از رفتن سراغ قطعات پیچیده، این خط دفاعی رو دقیق بررسی کنید. سلامت فیوز، NTC و وریستور یعنی نصف راه ایبیابی رو رفتید. اگر ویدیو رو مفید دیدید لایک یادتون نره، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. این قسمت اول از سری شناخت قطعات پاور بود. در قسمت بعدی میریم سراغ سلف ورودی و میبینیم چطور جلوی نویز و تداخل‌ها رو میگیره. همه ویدیوهای این مجموعه توی پلیلیست آموزش مدار تغذیه کانال هراجید منتظر شماست.